توی این ویدیو 24 سال از زندگی واقعی من رو تقریبا بدون سانسور میبینیم. پس از یک صبح تا شب، یعنی از رفتن به باشگاه تا کار کردن و خوابیدن رو با هم دیگه میبینیم. امروز ساعت 7:30 صبح بلند شدم و اصلا حال گرفتن این ولاگ نبود و میخواستم کلا بیخیالش بشم، ولی دکمه استارتشو زدم. اولین کاری که میکنم همیشه در کنار نظافتایی که دارم 100% صورتمو با صابون بعد بشونم و این عادتمه. بعدش میرم یه آب جوش میذارم و بعد از اینکه آب جوشید دو تا قهوه دوبل آماده میکنم. اما از اونجایی که دونستیم امروز میخوایم مثل سگ پا بزنیم، یه نصف موزم کنارش واسه احتیاط خوردیم. من همه ایده ها و کارهایی که باید فردا انجام بدم رو تخته می نویسم، یعنی کارهایی که دیشب نوشتم و بعد امروز بکنم. پس قبل از اینکه برم باشگاه حتما بهشون نگاه میکنم تا یادم باشه بعد باشگاه باید چیکار کنم. اول رفتم یه دونه لباس بردارم بپوشم، دیدم این لباس توصیه اصلا بهم نمیاد و خیلی هم پوشیدمش و حالشو اصلا ندارم. پس رفتم یه دونه لباس سربازی و جنگی براشم چون قرار بود یه پای سگی بزنیم. اسنپ رو گرفتیم و سوار اسنپ شدیم و باز دوباره داستان همیشگی، اما این بار دیگه بلد بودم چه جوری از زیرش در برم. گیر گفتی شما چون واسه همه آنلاین میزنیم همه مشکلی ندارم. خب آقا استم سه راه گذاشته من واریز بکنم دیگه، اینجوری بزنم اونجوری بزنم لغو بزنم دیگه، چیه این کارا رو نکنین ها، مودتون میزنن. حالا این حرفا رو ولش کن، به ادامه این مسیر میپردازیم. امروز هوا خیلی خوب بود، حتی یه دونه ابر هم به دور تو هوا دیده میشد. خلاصه که بسی لذت بردیم. بعد از 10 دقیقه بالاخره به باشگاه رسیدیم و رفتیم داخل. البته نه مثل خر، باشگاه بسی شلوغ و جنگ زده بود، طوری که تا حالا اینجوری باشگاه رو ندیده بودم. اینقدر که آدم اومده بودن آدم فکر میکرد راهپیماییه. منم که مثل همیشه به خاطر نبود کیت النصر یه تیپ مسی فن پسند زده بودم و اومده بودم واسه تمرین. تمرینمون رو ساعت 8:30 ما جلو پا دستگاه شروع کردیم و سه تا ست ازش مثل سگ زدیم. بعد از فشارهای فرمان رفتیم سراغ پشت پا، اینم مثل سگ سه ست زدیم. بعدش رفتیم سراغ هاگ. خیلی وقت بود هاگ نزده بودم و اصلا یادم نبود که هاگ قرار پدرمونو در بیاره. بعد از اینکه سه تا ست زدیم و قرار بود تازه بریم سراغ ساق پا، خیلی حالم بد شد. خدا رو شکر خورما داشتیم از تو کیف درآوردیم، خوردیم و رفتیم روی دوچرخه نشستیم. یه ذره حالم جا اومد و بعدش رفتم تازه سراغ تردمیل. اما همش عذاب وجدان اینو داشتم که ساق پا نزدم، ولی واقعا نمیتونستم. من معمولا تردمیلا رو تا 20 دقیقه میذارم چون معمولا صاحب باشگاه میگن 20 دقیقه بیشتر نزنین، ولی اینجا که اومدیم خیلی بهمون گیر ندادن. معمولا 2 دقیقه اول راه میرم یا نرم دوی میکنم، بعد شروع میکنم مثل چی دویدن روی 7.5-8.5 یانو. امروز هم دقیقا همین کارو کردم و نزدیک 2.5 کیلومتر دویدم در حدی که عرقم بد در اومد. رفتیم لباس و اینا رو پوشتیم و من معمولا بعد از اینکه لباس و اینا رو میپوشم و از باشگاه میام بیرون، اسنپ میگیرم میرم وسط شهر و اگه خرید داشته باشیم واسه خونه انجام میدم، اگرم نداشته باشیم و خودمون خرید داشته باشیم بازم اونو انجام میدیم. این بار یه اسنپی خانه اومد و یه دونه آهنگ هایده غمگین غلیظ گذاشته بود، اما من نمیدونم چرا خنده میگرفت از اون آهنگ. امروز هم یه دونه کابل نیاز داشتیم که بتونیم فایل‌ها رو از توی آیفون بریزیم توی کامپیوتر که اونو خریدیم، اما خریدی نداشتیم. پس دوباره اسنپ گرفتیم و آمدیم خانه. این اسنپ سومی خدای خیلی باادب بود و تو رو اصلا حرف نزد و موقعی هم که می‌خواست برسونمون قشنگ خیلی باادب و محترم رسوند و هیچ اعتراضی هم نداشتش برخلاف بقیه. اینجا هم داشتم از مسیر و ویو لذت می‌بردم که یک دفعه با یک دست اندازه سگی مواجه شدم که اون لذت دیدن ویو رو برام زهرمار کرد. همیشه بعد از اینکه از باشگاه میام یه دونه شیرموز یا یه دونه معجون خیلی ویژه در انتظارمه. پس این بارم که اومدم یه دونه معجون ویژه زدم تو رگ که سریعا وارد ماهیچه های مظلوم بشه. بعد از اینکه معجون رو میزنم همیشه میرم حموم. معمولا بعد از اینکه از حموم میام یه سری از کارهای عقب افتادم و انجام میدم که امروز کار عقب افتادم داشتم که یکی از کارهای امروز مرتب کردن این اتاق جنگ زده بود. پس اولین کاری که کردم رفتم از ایده ها و کاری که قرار بود امروز بکنم عکس گرفتم، چون یه سری از ایده ها کامل نبود و باید کاملشون میکردم. برای همین چون یادم نره ازشون عکس گرفتم. تخته رو پاک کردم تا آماده تامنیل زنی باشیم. بعد از اون رفتم اتاق و تا جایی که میتونستم واقعا مرتب کردم. توی یکی از ویدیوها قول داده بودم به بچه‌ها که تیم فیزیکی خودمو نشون بدم، ولی از اونجایی که تیم فیزیکیو نچینده بودم رفتم تیم فیزیکیام چیدم قشنگ و مرتب و تر و تمیز، اون بالا گذاشتم توی دکور ویدیوها. اومدم کار خودمو زیاد نکنم و اون وسط بازیکنای جدید اضافه کنم که یهو مثل دومینو تر زده شد به همشون.
پس از اول چیدم. تیم فیزیکی هم کامل و تر و تمیز چیدم و تحویل دکور ویدیوها دادم. از خودم راضی بودم. معمولا ساعت‌های 1-2 که میرسه مثل الانا همیشه میرم یک ساعت استراحت میکنم. پس این بارم دقیقاً همین کارو انجام دادم. اما از اونجایی که نتونستم درست بخوابم با اعصابی خورد بلند شدم. بعد از اینکه از خواب بلند شدم رفتم سراغ تام نیل. همیشه من روی تخته وایت بورد اون چیزی که فکر میکنم رو میکشم و اونو عکس میگیرم و برای هانی میفرستم. یه سری توضیحات بهش میدم که کدوم باید کجا باشه، چه لباسشون باید چه رنگی باشه، بک‌گراند باید چی باشه و وایس رو واسه هانی میفرستم و اگه نیاز باشه مثل امروز برای اینکه هانی گیج نشه یه سری عکس‌ها رو دانلود میکنم و خودم بهش میدم. البته جدیداً همه کارا رو خود هانی بنده خدا انجام میده. من همیشه شیر قهوه رو بین ساعت 5 تا 6 میخورم، اما این بار به دلیل درخواست اهالی منزل یکم زودتر خوردم و نشستم سراغ آپلود کردن و تگ و تایتل و واسه ویدیو زدن. معمولا برای اینکه سئو ویدیوها خوب در بیاد چه توی گوگل، چه توی سرچ یوتیوب، چه توی سرچ گوگل یه سری کلماتو سرچ میکنم که ببینم بار کدومشون بیشتره و کدومشون بیشتر سرچ شده و اونا رو توی تگای ویدیو میزنم. خوشبختانه ویدیوی امروز خیلی سنگین نبود و تگ و تایتل و این جور چیزاش زودتر انجام شد به خاطر اینکه یه همچین ویدیویی ساخته بودیم و این ویدیو به نوعی پارت دوم اون ویدیو بود. ساعت 3 تا 9 شب من همیشه باید آنلاین باشم و در خدمت بچه‌ها باشم چون ساعت کاری ادیتورا شروع میشه. از هر سوالی داشته باشم من باید جواب بدم و در اسرع وقت کارو پیش ببریم. بعد مثلا که گذاشتون اکثر رو دیگه روی اون کارتایی که بازی میکنن تکلیفشون مشخص میشه، مثلا الان بلینگ و مال بازی کردن مات کنی. همیشه من از ساعت 6 تا 12 شب میرم توی رکورد و ساعت کاری بچهای ادیتورمونم از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب. من توی این زمان یعنی در حین اینکه دارم ویدیو رکورد میکنم باید حواسم باشه که اگه بچه ها پیام دادم ویدیو کمش فرستادن که حالا اصلاحیه داشته باشه نگاه بکنم بهشون بگم در حین رکورد. و معمولا هم شبا دو تا ویدیو بلند میگیرم و این یکی از ویدیوهای امشب هم یه ویدیو بلند دیگه میگیرم و دو تا هم ویدیو شورت میگیرم. دو تا ویدیو شورت هم میگیرم. برو بریم. آها یه چیزی می‌خواستم بگم. اگه ازتون سوال شده که چرا من روی اینو پوشوندم، به خاطر اینکه این سافت باکس با اون یکی فرق می‌کنه. الان بهتون نشون میدم اونا. این چیزه. اینو اگه بردارم نورش خیلی زیاده. یعنی روی 1% هم نورش یه مقدار زیاده و یک مقدار اون سافت بودن نداره. واسه همین من اینا رو گذاشتم. وقتی که شما کاغذ می‌ذاری روش نور سافت می‌کنه. حالا نمی‌دونم چجوری سافت رو توضیح بدم. نور رو نرم می‌کنه و یه مقداری هم از روشنایش کاهش پیدا میکنه. همیشه قبل از ویدیوها عادت دارم که بلا استثنا توی 90% مواقع باز دوباره صورتم با صابون بشورم چون صورت چرب واقعا اذیتم میکنه و توی دوربین بد دیده میشه. ساعت 6 تا 12 شب تایم رکوردمه. بعد از اینکه عینک و صورتمو شستم برای رکورد ویدیو رفتم سراغ کمد لباس تا لباسی که به اون ویدیو میخورد پیدا کنم. میخواستم لباس مدیر بلاغازو بپوشم ولی یادم اومد که این لباس رو خیلی پوشیدم و جدیدنم واسم تنگ شده. پس رفتیم سراغ یه لباس دیگه به نام لباس مشکی و اونو پوشیدم و آماده رکورد ویدیوها شدم. تا اومدم ویدیو رو شروع کنم دیدم یکی از ادیتورا ویدیو کم حجم فرستاده، پس اولویت با اون بود و باید زودتر ویدیو رو میدیدم و ایراداشو میگفتم. پس ویدیو رو دانلود کردم، با دقت فراوان نگاهش کردم و هر جا که مشکل بود برای حسین وایسش میکردم یا اینکه اسکرین شات میگرفتم و برای اینکه دقیق‌تر بهش توضیح بدم واسش میفرستادم. دوباره تا اومدیم بریم سراغ ویدیو دیدیم آقای هانی تامنیل فرستاده و بعد اونو اصلاح کنیم. دوباره حالا کارای اونو انجام دادیم و بالاخره رفتیم سراغ رکورد ویدیوها. یه ویدیوی FC24 امشب داشتیم که باید رکوردش می‌کردیم و ویدیوی بلندمون بود. پس آماده رکورد شدیم و جامون نشستیم، نورا رو همه چی اوکی کردیم و دکمه استارت رکوردینگ رو زدیم. سلام و درود خدا رو شما باد. معمولاً توی این تایم من باید خیلی حواسم جمع باشه که تامنیل کی به دستم میرسه، ویدیو رو پابلیکش بکنم و همه جا منتشرش بکنم، ادیتور دیگه‌مون ویدیوی کم حجم بفرسته اونم ببینم و در عین حال ویدیو هم رکورد بکنم. ساعت نزدیکای 7:30 یا ربع 8 شب شد. رفتم توی یوتیوب استودیو تامنیل رو گذاشتم و ویدیو رو پابلیک کردم و اخلاقی که من همیشه دارم و باید همیشه هم انجامش بدم اینه که وقتی ویدیو رو آپلود میکنم 100% باید توی تلگرام، توی یوتیوب و توی استوری اینستاگرام پخش و منتشر بشه. این همیشه اتفاق میفته.
بعد یه چیزی هم میخوام بگم، من فقط توی این ویدیو دارم اینو میگم و هیچ کسی هم اینو نمیدونه. من یه اکانت دارم، همیشه عادت هم آقا همیشه بلا استثنا 90% مواقع من این عادت همه که هر ویدیویی که آپلود میکنم باید از اون یکی اکانت هم میام نگاه بکنم. 100% باید این کارو انجام بدم، ولی 90% هم 5% شاید مثلا مواقع انجام ندم. مثلا میام این اکانت هم آج این اکانت رو میبینی، اکانت خدا اکانت خودمه. اگه دیدین کامنت گذاشتم خودم واسه خودم کامنت گذاشتم. بعد عادت دارم دیگه با این میرم اسلامو سرچ میکنم و بیا اینجوری زرتی میزنم این ویدیو رو میبینم و آخرش هم میبینم. من الان ساعت 10 شب یکی از ویدیوهای بلندم رو رکورد کردم، تموم شد، دوتا ویدیو کوتاه گرفتم و الان تازه باید برم سراغ، یعنی هنوز شامم نخوردم. من کلا اینم بهتون میگم که کلا زمانی که میام رکورد میخورم شام نمیخورم تا زمانی که کارم تموم شه برم بیرون. فقط یه دونه بطری آب دارم، همین، چیه دیگه ندارم. و الان میخوام برم تازه این ویدیویی که شما دارید میبینید و بعد دارم برم یه سری از حرفایی که روی تصویر میبینید، مثلا ویدیوها داره انجام میشه رو زیرش چی چیزی حرف میزنم، الان باید برم اونا رو تازه در بیارم، تصاویر رو وارد کنم، ببینم چی بگم چی نگم. بعدش حالا بریم واسه کارهای دیگه. حالا کلی کار داره کلا. همه ویدیوهامون رو رکورد کردیم و اومدیم سراغ ویدیو شورت‌ها هم گرفتیم. شد نزدیک 10 شب، اومدم همه فایلای ویدیویی که الان دارید میبینید وارد کامپیوتر کردم و آماده شدم تازه برای اینکه داستان سورایی رو شروع کنم. بعد از اینکه داستان سورایی رو تموم کردم تقریبا ساعت 11 نیم شب شده بود. پس دیگه رفتیم یه شام زدیم، اومدیم و ویدیوها رو مثل همیشه توی مگا برای هر ادیتور توی پوشه خودش آپلود کردیم. هر ادیتور پوشه خاص خودشو داره. مهدی حسین ویدیوهای بلندن و ایمانم ویدیو شورته که اونم پوشه خودشو داره، پس باید واسه هر کدومشون ویدیو آپلود می‌کردیم و بعد منتظر می‌موندم تا این ویدیوها آپلود بشه بعد بخوابم. تا اینو آپلود بشه منم معطل نموندم و رفتم سراغ اینکه یک ماسک زیبا روی صورتم بذارم به اسم ماسک جلمک که بوی سگ مرده میداد، اما خدای کارو خوب در میاره. معمولا توی این مواقع کار خاصی ندارم تا ویدیو آپلود بشه، میشینم ایده های فردا رو میچینم که باید فردا چه ویدیوهایی رو بگیریم، اما این بخش خیلی طولانی و زمان بره به خاطر اینکه دیگه هیچ ایده ای نیست توی اینترنت که رفته باشیمش، پس باید خودمون فکر کنیم و از خودمون ایده بزنیم.